گوشواره ها نه سال تموم در گروه بانک رهنی پاریس بود در این نه سال اتفاقات زیادی در دنیا افتاده بود اما گوشواره ها در یک قوطی شماره دار دولتی مونده بودن من نه سال تموم به مؤسسه اجاره میدادم وقتی پولی در بانک به خوابونی همه می دونن پول اونجا نمیخوابه پول در سیل سرمایه داری رمون می شه و زمانی که نیاز باشه برمیگرده اما اشیاء گرون قیمت وضع دیگه دارن اشیا تا وقتی بهره پول رو میپردازید در بانک میخوابن اما اگر بهره رو پرداخت نکنید برای همیشه به جایی دور از دسترستون برده میشن بانک رهنی پاریس یکی از منفورترین مکانهای دنیا است. بانکش بوی مواد ضد عفونی کننده میده دیواراش خاکستریان نیمکتاش خاکستریه همه میدونن آدمها برای چی به اینجا میان کارمندی که لباسش رنگ دیوار بانک شی رو میگیره و به شما شماره میده. شی رو با خودش میبره و دقایق بعد میاد و میگه که شماره فلان 700. یعنی در ازای شی که میخواهید در رهن بانک بگذارید 700 فرانک میدن. به طرف باجه میرید و میگید باشه و پولتون رو میگیرید یا اینکه میگید کم نمیتونم مالتون رو پس میدن و از بانک بیرون میایید اما کجا برید؟ گاهی اوقات میتونید بگید که اه... لطفا یکم بزن روش در بانک رهنی پاریس فقط طلا، پلاتین و برلیان شیع قیمتی به حساب میان یاقوت، زمرد و لعل اسمشون سنگهای قیمتیه و در ازای اونها چیزی نمیدن اینجا مورواریت هم بیارزشه چون که ممکنه در فراغ صاحبش بمیره نه سال پیش بابت گوشواره ها پول خوبی به من دادن. گوشواره سنگ برلیان شفاف و براقی داشت. به اندازه یک دکمه. بانک یک سوم ارزش واقعی جنس رو می‌پردازه. با خودم گفتم خیلی خوب شد. زنم گفته بود اگه گوشواره ها رو بفروشیم خرج شش ماه هر دومون در میاد. پس حالا که تنها بودم با پول رهن گوشواره ها یه سال تموم زندگی می‌چرخید. همون روز کل پولی که گرفته بودم بابت بیمارستان و کفن و دفن زنم پرداختم ماجرا مربوط به نه سال پیشه تموم نه سال گذشته نتونسته بودم گوشواره ها رو از گیروه بانک در بیارم بعد فکر رفتن به آمریکا افتادم دوست داشتم از محل سکونتم کنده بشم مادم زیرکی نیستم و نمیتونم خیلی تلاش موثری بکنم اما به خودم گفتم دیگه وقتشه این شکلی نمیشه زندگی کرد به فکر گوشواره افتادم گوشواره ها باید کمکم میکردند تا سرنوشتم سامون بگیره. ویزا رو گرفته بودم. هم رزرو کرده بودم. با پول گوشواره باید پول بیلیت رو میدادم. از اینا گذشته برای چند ماه اول زندگی در آمریکا پول لازم داشتم. بدون فروش گوشواره نمیتونستم از جام تکون بخورم. همه چیز رو سنجیده بودم. نمیتونستم گوشواره رو از رهن بانک در بیارم. از پس از اینش بر نمیمادم. باید کس دیگه اون رو از رهن بانک در میورد. برای همین رفتم سراغ جواهر فروش جواهر فروش قبلا برای حلقه ازدواجم پول خوبی به من داده بود جواهر فروش قبض بانک و نگاه کرد و گفت آره از این کارا میکنم گوشوارتون رو فردا از رهن بانک در میارم فقط بانک یک سوم پول جواهر رو میده و نظرم بشه به قیمت خیلی خوبی بفروشینش فردا ظهر برگردید فردای اون روز برگشتم. کسی توی مغازه نبود. پرده ای مغازه رو از کارگاه جدا میکرد. پشت پرده سایه بود. صرفه کردم و مشغول تماشای جواهرات شدم. از هر گوشه مغازه صدای تیک تاک ساعت های بزرگ و کوچیک می اومد. جوار فروش در حالی که قوطی کوچیکی در دست داشت از پشت پرده بیرون اومد و گفت خبر بدی براتون دارم. اگر می دونستم این طوریه کارتون قبول نمی کردم سنگ شما به هیچ دردی نمی خوره آقا بیماری سیاه داره این خودتون نگاه کنی یه عدسی تک چشم روی چشمم گذاشت روی قوطی خم شدم به سنگ سراسر سیاه خیره شدم احساس کردم زمین زیر پا میلرزه. لرزه دلم می خواست زمین دهن باز می کرد و منو می بلید. دوست داشتم ساختمونا و هر چه تو شهر بود ویرون میشد. مرد جواهر فروش با ناراحتی گفت محال عرض نه سال همچین اتفاقی افتاده باشه یه میلیون سال طول میکشه تا بریلیان بیماری سیاه بگیره نمی فهمم با هم چطوری اشتباه کرده کارشناس دارن هیچ وقت اشتباه نمیکنن. احتمال داره کارشناس یه لنگه یه گوشفرگ سالم و دیده یکی دیگر رو نگاه نکرده حف شد اگه بتونید دولنگش رو اندازه که پولی که از بانک گرفتید بفروشید خیلی خوب میشه باید پول منم پس بدید من نمیتونم هاتون رو بفروشم نمیتونید؟ از کی میتونه؟ باید یه فکری بکنیم پولتونو باید کی برگردونم؟ از بالای اینکش به من نگاه کرد و گفت لطفا منو درک کنید من رو از راه نرو بردم بابتش پول دادم دلم میخوادم این امشب به پولم برسم درزم میدونم این خطر هم هست که شما برید و دیگه بر نگردید جوال فروش چند نفری رو معرفی کرد تا برم سراغشون دفتر تلفن آورد برق زدم تا نشونیشون رو پیدا کنم جوال فروش گفت گوشواره ها رو به هر کسی که پول بیشتری میده بفروش یادم باشه بهت بگم به یکی از دوستامم سر بزنی بعضی وقتا پول خوبی میده من با ذهن به هم ریخته همینطور دفتر تلفن رو ورق میزدم گفتم من پیداشون نمیکنم. و دوباره دفتر تلفن رو ورق زدم فروشنده با تعجب گفت مم. به حروف نگاه کنید با صدای لرزون گفتم فهرستو پیدا نمی کنم جوال فروش دفتر تلفن گرفت فهرست و و اسم دوستش رو پیدا کرد و گفت مم. من اگه جای شما بودم یه کار دیگه هم می کردم برمیگشتم بانک رهنی و سعی می کردم ها رو و همون مبلغی که قبلا داده بودن که رو بذارم البته مم. البته اگه همون مبلغ رو بدن از توصیهش تشکر کردم عدسی تک چشمی رو دوباره به چشمم زدم با خودم گفتم میلیون ها سال برای بیماری سیاه وقت لازمه نگاه کردم سنگ در محاصره چنگال های محکم فلز نشسته بود جواهر فروش گفت امیدوارم فکر نکرده باشید که من سنگتون رو عوض کردم نه نه اصلا همچین فکری نکردم مرد در حالی که به گوشه مغازه می رفت گفت همچین کاری رسالت محضه من برای خودم اصولی دارم قسم میخورم همچین فکری نکردم مم. باور میکنم فکرم نکنید تو بانک رهنی گوشورتونو عوض کردن اونجا هر جنسی رو بلا فاصله مهرمون میکنن و کسی بهش دسترسی نداره همدیگر رو نگاه کردیم جوای فروش دوباره گفت آه... میدونید گاهی وقتا همچین اتفاقایی توی زندگی میافته هیچ توضیحی هم براش نیست تا هم بی جواب میمونم البته خیلی کم اتفاق میافته ولی هست یه روز توی اتاقم نشسته بودم یه نامه از رو میزم گم شد نامه قیمت زیادی داشت هیچ وقتم پیداش نکردم هیچ هم نمیتونست برش داره هیچ هم تو اتاقم نایمده بود ولی نامه گم شد که گم شد سلام هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که امکان نداشته کارشناس بانک سنگ لنگه دوم گوشواره رو ندیده باشه همه چیز شبیه کابوس بود صبح امروز هیچ مشکلی برای سفر نداشتم اما حالا حالا سفری در کار نبود با این حال نباید وقت و تلف میکردم بنابراین جبه کوچیک گوشواره رو توی دستمار پیچیدم جوار فروش گفت گمش نکنید پول منم لطفا امشب برام بیارید قبل از هر کاری به بانک رهنی رفتم بانک نفرت انگیز پر از جمعیت بود شماره دستم دادن و نشستم یک طرفم زنی نشسته بود که پتوگ ای در دست داشت گویا بابتش پولی نداده بودن و حالا نمیدونست چی کار کنه سمت دیگرم مردی نشسته بود و باد به زنی از استخون لاک پشت آورده بود به خودم فکر کردم هیچ جای دنیا محلی غم انگیزتر از اینجا نداره بالاخره از باجه شماره منو خوندن این دفعه هر دو سنگ رو دیده بودن پولی که به من پیشنهاد دادن نصف مبلغی بود که قبلا این دادن حسابی به هم ریختم با استرس گفتم سوء تفاهم شده گوشواره رو امروز صبح از رهن در دفعه قبلی پول خوبی به هم داده بودین مردی که لباس خاکستری پوشیده بود من زل زد بعد بلند شد و با جعبه گوشوارها برگشت. روی یکی از چشماش رد عدسی تک چشمی بود. گفت بابت یکی از سنگا پول میدن. سنگ دیگه ارزشی ارزشی نداره آقا. میتونید پسش بگیرید. اون روز به چند جوار فروشی دیگه هم سر زدم. هیچ کس حاضر نبود بابت گوشوارگی دوم پولی بده. پولی هم که بابت گوشوارگی دیگه پیشنهاد میکردن اونقدر نبود که بدهیمو بدم. بالاخره سراغ دوست مرد جوار فروش رفتم. مغازه نبود. یه آپارتمان بود زنی در رو باز کرد زنجیر در رو انداخته بود شما کی هستین؟ نمیدونستم چه جوابی بدم زن دوباره گفت کی شما رو فرستاده؟ توضیح دادم و زن لخ لخ کنان رفت طول کشید تا برگرده بالاخره در باز شد زن منو از راهروی تاریکی به اتاق درازی هدایت کرد مردی چاق پشت میز خالی و براق بی حرکت نشسته بود قفسی بالای سرش آویزون بود توی قفس دو تا قناری سر صدا میکردن تمام مدتی که مرد حرف میزد تصویرش روی میز منعکس میشد فقط دستاشو حرکت میداد سنگا رو وارسی کرد پرسید من... چقدر میخوای؟ قیمت مورد نظرمو که مادل بدهیم بود گفتم مرد به نقطه کنار من خیره شد و گفت م... این مبلغ بابت این سنگ زیاده این یکی هم که اگه به شنگین انگشترش کنم خوبه زنگ دوم به درد من نمیخوره سکوت بقرار شد قناری ها قفصشون رو تاب میدادن از پنجره های بسته هیاهوی خیابون به گوش می اومد. اتاق بوی توتون و قبار میداد از ترس میلرزیدم مرد گوشواره ها رو بار دیگه وارسی کرد و گفت ماریزی از اول تو وجودش بوده از موقعی که بشر وجود نداشته این سنگ بیمار بوده آروم نفسم رو بیرون دادم مرد گفت با این حال من مبلغ مورد نظرتو میدم من نظرم عوض شد سنگ دومم بر میدارم کیفش را از جیب درآورد. اسکناس ها را شمرد وقتی بیرون میرفتم برای تشکر با صدای بلند گفتم <applause> خداحافظ خداحافظ این بی جواب موند گیج و منگ به خیابون رسیدم بدهیم رو دادم خسته و گیج به خونه برگشتم و خودم رو روی تخت انداختم تا وقتی هوا تاریک شد همونجا موندم اون شب اگر بمبی دستم میدادن و میگفتن به سمت هر کس میخوای بنداز حتما مینداختم به طرفه طرف کی؟ جواهر فروش اول؟ جواهر فروش دوم؟ کارمند بانک؟ <applause> نه بوم رو درست وسط بانک رهنی می ناختم همسایه بیکارم میگه روزها به شکل عجیبی بلدن خودشون از هر مخمسه نجات بدن و به شدت خوشانسن چیزی نمونده بود در خونش بزنم و ازش بپرسم چی خوشانسن؟ میشه دقیقا بگی توی چی خوششانسن روز بعد وقتش بود باید به اقدامات بعد این فکر میکردم با خودم گفتم اگر همه یه چیزایی که دارم و بفروشم میتونم حدود یک چهارم پول بیلیت جور کنم اما این سال پیش می اومد که بقیه پول چطور به دست بیارم اگر همه چیزم و جز مسواک و تیغ ریشتراشی و اون چه به تن دارم میفروختم همون یه چهارم هم نمیشد وضعیتم نامید کننده بود برای مخارج سفرم پولی در بسات نداشتم پس باید سفر رو فراموش میکردم کسی هم نداشتم که از اون پول قرض بگیرم نوشتن نامه به آمریکام بیفایده بود در واقع نامه نوشتن به دراژین کاری بی معنی بود دلیل اونو بعدا می نمیسم. توی همین فکر بودم که سرایدار در اتاقم زد و گفت خانمی اومده و با من کار داره کتم و پوشیدم و بدون کمترین کنجکاوی پایین رفتم توی راه رو زن جوان و ناشناسی ایستاده بود دور برامون کسی نبود زن گفت سلام اسمم آلی اجازه میدید بیام تو اتاقتون سلام ببخشید اتاق من خیلی ریخت و پاشه ولی اگ، اگه ما بفرمایید وقتی وارد اتاق شدیم زن نگاهش روی دیوارها و اساس چرخید بعد روی تنها صندلی اتاق نشست من روی تخت خواب نشستم دختر چشماشو به من دوخت و گفت نمیدونم چطوری توضیح بدم خبردار شدم شما میخواید برید آمریکا نپرسید کی به من گفته دونستنش آسون نیست حتی بابت این خبر از من پول گرفتن یه آدمی هست که آدرس میفروشه کسایی که میخوان از اینجا برن و شناسایی میکنه از هر محله هم فهرست داره من میخوام اتاق اجاره کنم برای همین رفتم پیشش آدرس شما رو گرفتم متوجه نمیشم این مسئله چه رفتی من داره برید با این پیش خونه <applause> اگه برم پیش صاحب خونه اتاقو به کسی میده که قبل از من نوبت گرفته اگرم بخواد به من اجاره بده سه برابر اجاره ای رو ازم میخواد که الان به شما اجاره داده اجاره ای که شما میدید خیلی کمه نمیتونن بالا ببرن اگه من یه ماه پیش شما بمونم اتاقتون رو با همون اجاره ای کم به من منتقل میکنن من حاضرم همین فردو صبح اسباب کشی کنم ولی همینطور که میبینید اتاق من فقط یه تخت داره نیست من رو کاناپه میخوابم گوشه اتاق کاناپه سپایه ای بود که فقط یک بچه میتونست روش بخوابه شما درباره این روش درآمد چیزی نشنیدی؟ ببینید برای اینکه اتاقتون به من منتقل شه به طور قانونی باید حداقل یه ماه این رو زندگی کنم میدونم باعث ناراحتیتون میشم میدونم جاتون تنگ میشه ولی ولی به تو پول میدم سعی میکنم با هم روبرو ولی آخر اه... ولی میدونید نصف پول و فردا صبح بعد از اسباب اه. کشی میرم خب بقیه دو هفته بعد مجبوریم به هم اعتماد کنیم دیگه چون ممکنه شما پولو بگیرید و من از اتاقتون بیرون کنید منم ممکنه از خوب کشی کنم و بقیه پولتون رو ندم ولی خب میدونین چاره چیه شنیدم بعضی ها اینجور مواقع شخص سومی رو شاهد میگیرند اگه بخواید من حرفی ندارم اما به نظرم پای شاهد میون نیاد بهتره لطفا به همه اعتماد کنیم باشه دختر بیون که از من چشم برداره سکوت کرد انگار منتظر بود بگم بر مبنای اعتماد کاری نمیشه کرد گفتم شما گفتین برای اطلاع از نشونی من پول دادید حالا هم حاضرید به من پول بدید اگه پولتون انقدر زیاده چرا دنبال اتاق ارزون قیمت میکردین؟ نه پولم زیاد نیست ولی اگه به شما پنجاه فرانک بدم اتاقی گیرم میاد که اجاره ماهیانه شش فرانک من الان دارم پیش یکی زندگی میکنم که ماهی بیس فرانک میدم میدونید بیس فرانک یعنی چی؟ با خودم فکر کردم پنجاه فرانک میده میارزه بیشتر تلاش کنم یه دفعه سایه نگرانی افتاد روی چهره دختر دیگه نمیتونم پیش کسی که زندگی میکردم بمونم باید اسباب کشی کنم از جام بلند شدم توی اتاق قدم زدم باز روی تخت نشستم و گفتم بیا مسئله رو بیشتر بشکافیم فرض کنیم من یه ماه دیگه اینجا بمونم و بعد برم البته برنامه تقریبی منم همینه توی این یه ماه شما اینجا ساکن میشین و روی اون کاناپه بله. البته من میخوابم روی کاناپه نه شما شاید بهتر باشه تشک رو روی زمین پرن کنیم یکی روی زمین با دوشک بخوابه و یکی روی تخت بدون دوشک خب شما چه ساعتی صبح میریم بیرون؟ صبح بیرون نمیرم کار نمیکنیم؟ شبا کار میکنم خب که اینطوری خب خب اینطور بهتره شما شب دیر وقت میاید که من میخوابم صبحم که من میرم بیرون شما خوابید چرا موضوع خواب انقدر نگرانتون کرده من از بچگی عادت دارم هر جا باشم میخوابم همیشه تو اردوگاهای تابستونی بودم کنار بچه ها میخوابیدم تو کیسه خواب زیر چادر از نظر من خواب مسئله مهمی نیست من فکر میکردم شاید که شرایطمون رو روی کاغذ بنویسیم بهتر باشه رو کاغذ <تص> من و شما میخوایم یه کار غیرقانونی بکنیم پس بس قرار دادیم نباید بنویسیم غیرقانونی؟ ببخشید کدوم کار غیرقانونی؟ شما منو به عنوان خواهرتون جام میذارید نه, نه هم سرتون سر کسی هم کلا نمیذارید ما یه ماه با هم زندگی میکنیم بعد شما میرید نیازی هم نیست بگید برای همیشه میرید من هم توی اتاق میمونم یه سال بعدم هم که بر اتاق خود به خود به من منتقل میشه هم... نمیشه همون روزی که من میرم شما اسباب کشی کنید اون از را بیرونم میکنم اینو گفت و کیفشو رو باز کرد این بیس فرانکه که فردا بهتون میدم بیس فرانک دیگه هم دو هفته بعد بقیه را هم یه روز قبل از رفتنتون بهتون میدم به من گفتن اینجوری عمل میکنن از جام بلند شدم و با لحنی که برای خودم هم غیر منتظره بود گفتم من همه گه پنجا فرانک رو توی همین هفته میخوام باید پول بیلیتم رو بدم نمیتونم منتظر بمونم اصلا جا نخورد حتی فکرم نکرد خوشحال شد و گفت خیلی خواب اشکالی نداره نمیدونستم شما انقدر تمکارید نگاش کردم توی لبخند و نگاهش اثری از افکار پنهانی و مرموز نبود احساس کردم دیگه نمیتونم بشینم و نگاش کنم گفتم خب دیگه حالا وقت دارید با هم بریم یه قهوه بخوریم باشه چرا که نه از پله ها پایین رفتیم و به خیابون رسیدیم صابخونه روبروی ساختمون ایستاده بود آلیا طوری پا به پای من راه میرفت انگار میخواست به ساکنان شهر اعلام کنه که این مرد متعلق به منه توی کافه نشستیم آلیا رو نصفه خورد بلند شد و به طرف کیوسک تلفن رفت کیوسک تلفن در سه قدمی من بود حرفای اونو جسته گریخته میشنیدم آلیا با زنی صحبت میکرد گفت همه پنجاه فرانک رو توی همین هفته میخواد بعد از زن خواست نظر کسی رو بپرسه گویا زن توی جواب گفتش که فکر میکنم قابل اعتماد باشه چون آلیا گفت باشه قابل اعتماد ولی پول زود میخواد آلیا رو تماشا کردم موهاش صاف و کوتاه بود گوشاش باریک بود و گردنش درازتر از حد معمول حس روشنی و سپیدی به انسان میداد از اینکه قرار بود ازش پول بگیرم احساس ناراحتی و خجالت میکردم به یک ماهی که قرار بود با اون توی یه اتاق زندگی کنم فکر کردم گاهی به نظرم میومد که با اون توی مسائل ساده معیشتی دچار مشکل میشم بدون خواب درست بدون تنهایی و همراه با احساس تنگی جا گاهی هم یه ماه رو راحت و مزهک پیش خودم مجسم می کردم فردای اون روز آلیا اصاب کشی کرد چمدونی کهنه و سیاه داشت برای اینکه جای منو تنگ نکنه از چمدونش چیزی بیرون نیبرد جز یه دامن و بلوز تاتری با هم تا شک از تخت پایین کشیدیم بعد دست روش شست لباسش عوض کرد و گفت شبها توی تالاری برنامه اجرا میکنه گفت از نوجوانی خیال میکرده باله رو دنبال میکنه اما آرزوش برآورده نشده بعد گفت لباس تئاترم هم زیادیه از امشب میذارمش تو تالار لباس خوبیه نه یه خیاط ماهر برام دوخته وقتی آلیا رفت زهنم پریشون شد احساس شرمندگی و بیلیاقتی می کردم شرمندگی از ساختن آیندهی که باید این طور از آدم پول بگیرم بیلیاقتی برای اینکه نه میتونستم به خودم کمک کنم نه به, به بقیه اگر دروژین از وضعم خبردار می شد چی می گفت؟ حیف که نمی در این باره براش نامه بنویسم طبق قراری که داشتیم آلیا چند روز بعد تمام پولو داد بالاخره بیلیتم رو خریدم هنوز یه هفته نگذشته بود که زندگی به روال عادی برگشت هیچ مسئله ناخوشایندی به وجود نیامد جز فکر این که از آلیا پولی گرفتم که متعلق من نیست روال زندگی خود به خود شکل گرفت صبح زود از خواب بیدار می شدم آلیا رو به دیوار در خواب بود از خونه بیرون می رفتم. کارم زیاد بود و اضافه کاری هم می کردم. توی محل کار شام می خوردم و به خونه برمیگشتم. وقتی می آلیا رفته بود اتاق مرتب و تمیز کرده بود و تشک رو روی تخت انداخته بود قفه جوش رو پر از قهوه گرم می کردم و می خوردم. روی تخت راز می کشیدم و تا برگشتن آلیا خوابم می برد یه شب آلیا رو دیدم که کتاب می خوند طوری غرق مطالعه شده بود که چیزی نمی دید ناگهان قلبم لرزید از دیدن نیم رو حال عجیبی به من دست داد چشمامو بستم حس عجیبی در اونم در جریان بود روم برگردوندم یه روز یکی از دوستام که وکیل دادگستری بود و دیدم از دیدن هم دیگه خوشحال شدیم گفتم هه، سرنوشت داره برام فرستاده همین امروز داشتم به فکر میکردم میخواستم باید مشورت کنم به دفترش رفتیم دفترش نزدیک محل کارم بود اونجا میونه زنگ های بی وقفه تلفن. ماجرای آلیور براش تعریف کردم بعد پرسیدم بعد از رفتن من از اتاق بیرونش میکنن یا نه؟ نه حق ما دختر است نمیتونن بیرونش کنن آفرین به این دختر احدی نمیتونه بیرونش کنه یا اجاره رو بالا ببره خیلی زرنگه ولی شما جانم ارزون فروشی کردیم من میتونستم مشترگی بهتری برات پیدا کنم چرا نایمدی سراغ خودم؟ منم گفتم که من که از این چیزا سر در نمیارم به نظرت پولی که ازش گرفتم کار اشتباهی بوده نه؟ چی داری میگی؟ اینم شد حرف؟ همه از این کارا میکنن اگه فرصت تو از دست میدادی کار احمقانهی کرده بودی ولی دختره خیلی شانس آورده نمیدونی چه ساخت و پختایی میکنن همین الان توی دادگاه پرونده دارم طرف پول رو گرفته ولی بیرون نرفته به خانومه میگم شما قول دادید چرا از جاتون تکون نمیخورین؟ پول رو گرفتی رو بیرون نمیرین میگه کجا برم جایی ندارم برم ما داریم دوستانه زندگی میکنیم زنه فکر میکنه رابطهشون دوستانه است ولی مرد اومده دادگاه شکایت کرده میگه مادر زن بنده هم فکر میکنه رابطهمون دوستانه است من چیزی نگفتم هیچ چیز من و آلیا روزای تعطیل توی رستوران کوچیکی با هم نهار میخوردیم بالاخره آخرین روز تعطیل فرا رسید توی رستوران منتظرش بودم آلیا اومد و مشغول خوردن نهار شدیم گفتم آلیا این آخرین جمعه ماست روز پنجشنبه سوار کشتی میشم و میرم شما راضی هستین؟ راضی؟ نمیدونم چی بگم از یه طرف آره چون همون چیزیه که به خاطرش اومدم اینجا ولی از یه طرفم به شما خیلی عادت کردم جاتون رو تنگ کردم اما با شما احساس خوبی داشتم میشه منصرف بشید و بمونید از شنیدن حرفاش تعجب کردم نمیدونستم چی بگم آلیا آهی کشید و گفت ولی <applause> نمیمونید دروژین منتظرتونه نگاش کردم و گفتم اه، اه، مهم نیست بازم منتظر میمونه آلیا از حالا به شما بگم من پولتون رو پس میدم همشو وقتی مشغول کار شدم براتون میفرستمش شب و روز از فکر پولتون بیرون نمیام در اولین فرصتی که بتونم پولو جمع میکنم و بهتون پس میدم نه اصلا بهش فکر نکنین شما به من بدهکار نیستین راستش من قبلا توی آپارتمان خوب و بزرگ بودم ولی اجارش خیلی زیاد بود تازه چهار تا بجم بود شلوغ بودن؟ شلوغ که نه تازه دلم به حالشون میسوخ پدر و مادرشون میخواستن طلاق بگیرن چهار تا بچه از صبح تا شب تنهای تنها بودن آرزو داشتن درس بخونن ولی هیچ کس نبود بهشون درس بده نمیدونید حرفام رو چه جوری گوش میدادن ولی من که چیزی بارم نیست بچه که بودم وقت نداشتم کتاب بخونم بعدشم باید پول در می آوردم و با مشکلات زندگی می من آدم کم اما اما بچه ها یه لحظه هم از هم جدا نمی دلشون میخواست از همه چی سر در بیارن. وقتی از پیشم میرفتن گریه کردم. بچه ها مدرسه نرفته بودن پدر و مادرشون فقط از صبح تا شب بحث میکردن فلان چیز چرا اینجوریه به همان چیز چرا اونجوریه میدونین چی کار کردم م? رفتم اداره پلیس رو لوشون دادم آه. بعدم مجبور شدم اتاق و تخلیه کنم لو دادین؟ که در مادر بچه ها رو دیگه میدونین یه قانونی هست که والدین این باید بچه ها رو بذارن مدرسه و جریمه میشن و دولت بچه ها رو به زور میفرسته مدرسه منم رفتم کلانتری و لوشون دادم اول میخواستم برای رئیس کلانتری نامه بی امضا بنویسم ولی بعد به خودم گفتم آدم باید شجاع باشه خودم میرم چند وقت پیش شنیدم بچه ها رو بردن مدرسه هر چهار نفرشون هم شاگرد اول شدن خیلی خوشحالم و بعد من گفتم ولی اگه یه بمب به من بدن دنیا رو منفجر میکنم چند روز بعد راهی سفر شدم آلیا برای بدرقم به ایستگاه راهن اومد بزنه زن گفتم دوستم میمونه ولی من میرم چشمکی زد عادت داشت چشمک بزنه تیک عصبی داشت گفت برا من فرقی نمیکنه کی میمونه کی نمیمونه مهمینه که اجاره اتاق به موقع بده و منم بهش گفتم که اون از من منظم تره وقتی قطار حرکت کرد علیا دستمالش رو برام تکون داد چهرش غمگین بود به نظرم روشنی صورتش تیره شده بود نمیتونم براش توضیح پیدا کنم برای خیلی از اتفاقای زندگی نه اسمی وجود داره نه توصیفی مثل بسیاری از سوالهایی که بی جواب میمونه مثل بیماری سیاهی که به جون سنگ گوشوار افتاده بود جوری که انگار میلیونها ها ساله که همون بیماری تو وجود خودم لونه کرده رسیدم رسیدم آمریکا. چند روز گذشته هوا گرم بود و روز بعد یه دفعه سرد و بارونی شد حالا یه هفته است که شرف شر بارون قطع میشه اواخر بهار اما سردی هوا شبیه زمستونه مردم مجبور شدن لباسای گرمشون رو دوباره تنگ کنن با این حال هیچ هوایی چه خوب چه بد روی کالیا اثر نمیذاشت تقریبا از خونه بیرون نمیرفت از پنجره هم بیرون رو تماشا نمیکرد حرارت خونه توی زمستون و تابستون یکی بود. کلید برق خودکارم نور رو یک نواخت نگه می داشت. کالیا معدود مواقعی که می خواست پاشو از خونه بیرون بذاره همه ی اصول احتیاط رو رعایت می کرد. مثلا بارها ماه، روز و درجه حرارت رو می پرسید. نزدیکی یه سال بود که براش کار می برای رفتن به شیکاگو و رسیدن به دروژین هنوز پول کافی نداشتم. توی نیویورک مونده بودم که آگهیش رو توی روزنامه دیدم. درست زمانی که پولم داشت ته می پولی که از آلیا گرفته بودم. کالیا منشی می وقتی وارد اتاق شدم ایستاده بود. وقتی صحبتمون تموم شد روی صندلی نشست. از منم دعوت کرد بشینم. گفت آه باید نامه ها را به دو زبون تاک کنید آقا. بررسی امور دفترم هم از کارها شماست. من دو تا گرفتاری دارم. یکی اینجا یکی تو اروپا زنم تو اروپا زندگی میکنه و صورت حسابشو من میدم من خاطراتم رو می نویسم. پس بایگانیم باید مرتب باشه تمام اسناد باید شماره گذاری و جدا توی کلاسور گذاشته بشن دخترم پیش من زندگی میکنه اما به هم کمک نمی زندگی به هم سخت میگذره آقای یوگنی بعد سرش رو تکون داد و به جای دیگه خیره شد من در مقابل آیندگان وظیفه دارم آقا از طرفی نمیدونم چند سال دیگه از عمرم باقی مونده تا به وظیفم برسم. هیچ کسی از فردای خودش خبر نداره. این راز سر نوشته. درسته؟ سرمو تکون دادم. نیم رو طرف من گرفت و گفت. و اگه الان نمیخواید جایی برید، لطفا دستمال مورد علاقم رو اتو کنید. شستمش اما اتو کردن بلد نیستم. دخترم لونا طلاق گرفته برای همین خیلی بد اخلاق شده. در همین بین از پشت دیوار اتاق صدای حرکتی شنیده شد و بعد دری محکم به هم خورد. صدای پای شتاب زده ای به گوش رسید. زنی تقریبا سی و پنج ساله با چهره خشن ولی زیبا وارد اتاق شد. زن به هر دوی ما با تحقیر نگاه کرد. بعد به ما پشت کرد و رفت بیرون. در اون هم محکم به هم کوبید. کالیا بی به سر و صدا گفت. آه یه خواهش دیگم دارم که واقعیتش خجالت میکشم بگم دکمه لباسم سه روز افتاده واقعا خجالت آوره وقتی جوان بودم سوزن نخ کردن یادم ندادن همین لحظه در اتاق آهسته باز شد لونا داخل اتاق سرک کشید و گفت مگه شما چیزی به من یاد دادین؟ کالیا با شرمندگی لبخندی زد و گفت آشنا بشید دخترم لونا لونا وارد شد وسط اتاق ایستاد و گفت سلام از جان بلند شدم لونا گفت بشینید قصد ندارم مزاحمتون بشم ولی میخواستم بهتون بگم حرفاشو باور نکنید هنوز به این رو نرسیده که براتون تعریف کنید چگونه به امپراتور خدمت میکردم نه؟ پس هنوز سرگرمی اگه زیادی داری کالیا بدون اون که ذره عصبانی بشه گفت لطفا مزاحم نشو عنوان یه فصل از خاطراتش رو گذاشته چگونه روبان سرخ میزدم روبان سرخ که میدونین چیه تو انقلاب روسیه بلشویکا و هوادراشون و به کلاهشون بعد نگاهی به سر تا پای پدرش انداخت و گفت البته کسی نمیدونه ماجراش حقیقت داشته یا نه لونا اینو گفت و از اتاق میرون رفت بعد در رو محکم به هم کوبید کالیا نگام کرد و گفت میبینید چه اخلاقی داره؟ هم. به مادرش رفته همون روز کارم رو شروع کردم قبل از هر کاری دکمه لباسش رو دوختم دستمالش اتو کردم بعد پشت میز تحریر نشستم و مشغول مطالعه کاغذا شدم زن کالیا زیاد براش نامه می نوشت هر بارم تقاضای پول می کرد جمله اول تمام نامه ها این بود من و دزی آخرین نامت رو خوندیم دلمونم خیلی برات تنگ شده توی نامه هاش مدام از کسی به نام دزی حرف میزد و اینکه دزی چقدر دلش برای کالیا تنگ شده می گفت مجبوره با دزی از هتلی به هتلی دیگه بره چون کسی مایل نیست به اونها جا بده روی میز کالیا نامه های کاری هم بود نامه های از اقوام دورش در اقسان نقاط جهان تایوان جزایر قناری ایران یکی برای ثبت اختراعش پول میخواست یکی دیگه برای سفر به پاریس کلاسوری هم بود شامل کارخونه هایی که توی اونها سرمایه گذاری کرده بود. همه را توی یه هفته خوندم و از بر شدم. گاهی وقتا بعد از تموم شدن کار مجبور می شدم به کمرش پماد بمالم. کالیا پومادش و داروی هر دردی می دونست. بعد از چند ماه بدهیم رو برای آلیا فرستادم. احساس کردم وقتش شده برای رفتن پیش دروژین پول جمع کنم. دروژین رو خیلی روشن مجسم می کردم. انگار از فاصله دور هم چشم از او بر داشتم شبا به اون فکر می کردم گاهی اوقات دلم می خواست با کسی دربارش حرف بزنم روزای اول لونا رو نمی دیدم آپارتمان کالیا دو طبقه بود و دخترش در طبقه بالا زندگی می کرد گذرم هرگز به اونجا نمی افتاد. چند ماه از شروع کارم پیش کالیا گذشته بود که برای اولین بار با لونا هم کلام شدم اون روز کالیا با تعدادی از دوستاش به مهمونی نهار دعوت شده بود. دو ساعت طول کشید تا کمکش کنم سر و وضعش رو مرتب کنه. بعد سوار تاکسیش کردم. دوباره به اتاقش برگشتم تا کمد لباسها و کشوها رو مرتب کنم. لونا با بارونی وارد شد و روی صندلی نشست. چهرش خوش بود. با همون چشمای بیرحمش گفت. قشنگ مشخص اروپایی هستین. یه منشی آمریکایی محال نکری کنه. و من به او گفتم اگه خیال میکنید که از حرفاتون ناراحت میشم سخت اشتباهید در ضمن من مخالف آشپزی یا نوکری نیستم ظاهرا از حرفم متعجب شد و سکوت کرد یکی از پیراهنای کالیا رو تا میزدم که گفت حقوقتون چقدره؟ ببخشید این فقط به من و ایشون مربوطه چشماشو تنگ کرد و گفت شما نمیدونید با چه کسایی سر و کار دارید. پدر و مادر من هر دوشون دیوونن هر دوشون بیکس و بدبختن اونا منم دیوونه و بدبخت و بیکس کردن خودشون نمیدونن نه درک میکنن ولی من میفهمم من همچنان مشغول مرتب کردن کشوهای کمد بودم لونا دوباره گفت پدر و مادر من توی رویا زندگی میکنن مثل خوابگردا می مسئولیت و غیر طبیعی ببینید چه برای سر خودشون و دنیای اطرافشون آوردن وقتی باهاشون حرف میزنی که چقدر حرف زدن باشون با اشتباهه یهو تفره میرن و گریه میکنن هنوز نمیدونستم چه واکنشی به لونا نشون بدم وارد بحثش بشم یا نه با اعتراض گفتم اونقدرم که شما میگید بدبخت نیستن بعضی وقتا تو وضعیتی هستن که خیلی هم خوشبختن خوشبختتر از من و شما لونا کیف بزرگش باز کرد و دستکشش رو توی کیفش گذاشت و گفت اما به نظر من خوشبختی به هیچ وجه هدف زندگی نیست مهمترین رکن زندگی هم نیست احساس مسئولیت و منطق از هر چیزی مهمتره همون چیزی که برای ما بیمانی شد ببخشید شما اون اول گفتین که والدینتون بیکس و کارن تا اونجا که من میدونم مادرتون بیکس و کار نیست دوست یا قوم و با خودش داره منظورتون دزیه بله؟ <تصفح> نگاه سردی من انداخت گفت دزی سگ کوچولوی چی تلفن زنگ زد و من به اتاق کارم رفتم وقتی برگشتم لونا رفته بود چند دقیقه ایستادم و منتظر شدم تا دری محکم به هم بخوره اما این بار بی سر و رفته بود هر روز وقتی به هتل محل اقامتم برمیگشتم یاد خوابی که شبا میدیدم میافتادم خوابم رو با هیچ زبونی نمیتونم تعریف کنم چون هیچ اتفاقی توی خوابم نمیافته من در میون انبوه مه و سکوتی مطلق حرکت میکنم اونقدر بی صدا که انگار روی چرخ باشم حتی عضلاتم تکون نمیخوره احساس بی زمانی سر راهم به گیاهای های عجیب و غریبی برخورد میکنم خاکستری زرد بی فروغ مثل خودم مثل همه چیز دیگر اطرافم گیاه خار دارن خشک و خاموشن من آهسته از کنارشون می لغزم. جلوتر باز همون و باز گاهی فکر میکنم انقدر آدم ساده ای هستم که شبیه یه شیء سر راه افتادم یه چیزی بین سادگی علفا و دشواری تئوری کوانتوم کالیام جای میونه این دو قرار داره اون از چند عنصر تشکیل شده یکی از این عناصر نیاز اون به زن میان سالیه که کالیا هرگز نشونم نداد ولی دربارش با من حرف میزد میگفت یه زمانی زنشناس بزرگی بودم یعنی دخترا به هم التماس میکردند که باهاشون ازدواج کنم ولی الان تنها و بیکسم آه دلم میخواد یکی کنارم باشه خونم رو گرم کنه دیگه شهوت حسادت یا احساس شاعرانه از من گذشته اما تنهایی میگه من به حمایت یک زن نیاز دارم زنی که پیشم نیست و تو اروپا خودش رو سرگرم کرده انصر دیگه دو دوستش بودن دوست اولش با فصل در خدمت امپراتور کتابش در ارتباط بود و دیگری با فصل بعدی خاطرات کالیا به نام چگونه روبان قرمز میزنم. انصر سوم کلیسا بود گاهی پیش می اومد به سه کلیسای مختلف سر میزد اونم با اون همه احتیاطی که در بیرون رفتن داشت. یه روز که از کلیسا برگشته بود و فکر می کرد کاملا بخشیده شده از من پرسید. تو هم مثل بعضی استالین و هم ردیف پتر کبیر می دونی؟ خوشکم زد. باورم نمیشد. استالین رو با مرد بزرگی مثل پتر کبیر مقایسه می کنه. پتر کبیر تزاری که روسیه رو به ابرقدرت اروپا تبدیل کرده بود. با خشم به خودم گفتم دیگه از شرکت میرم ولی پنج دقیقه بعد سالشو از یاد برد حافظش روز به روز ضعیفتر میشد از اون بعد هرگز درباره به اصطلاح سیاست حرف نزد یه روز دوباره سر و کلگ دخترش لونا پیدا شد گرچه چهرش هنوز خشم بود اما لبخند زد. لونا لبخند زیبایی داشت صحبت ما طولانی شد با خودم گفتم چطور ما این همه مطلب برای گفتگو پیدا کردیم نمیدونم احساسی که بعدها به عشق مبدل شد و من اون رو پس زدم در لونا موندگار شد یا نه در بین صحبت همون ناگهان لونا گفت اون خیلی هم معمولی نیست منظورم اینه که ظاهرتون یه چیزی هست که م... میدونی این کلمه مناسبی براش پیدا نمی کنم. یه دفعه احساس کردم وقتش رسیده درباره یه دروژین حرف بزنم پس بهش گفتم دوستی توی شیکاگو دارم که چهرش دیدنیه کاش میدیدینش نگاش کنین خندتون میگیره لونا حواسش کاملا پیش من بود متوجه شدم از شنیدن حرفام درباره دروشین خوشش میاد پس گفتم دروشین خودش هم نمیدونه چقدر شبیه اسبه خودش میگه فقط از آدمای خوشش میاد که اونا یه اسبا می میگه این آدما نجیبترن قیافه خودش رو نمیبینه نه آدم خبیه از از کجا پیدا میکنه؟ سعی میکنه پیداشون کنه یه جوری دیگه قبلا آرزو میکرد انجمن انجامن سری قیافه های اصلی را بیندازه <applause> لنا خندید و بعد از مدتی سکوت کرد چند دقیقه توی خاموشی مطلق به هم خیره شدیم وقتی به صورتش نگاه کردم دیگه از خشونت چهرش خبری نبود خطوط استخونهای صورت و چونش آروم گرفته بودند. یادم میاد لونا از خودش حرف زد. از پدر بزرگش که سه بار ازدواج کرده بود و بعد رسید به خودش و گفت شش سال پیش ازدواج کردم حالا حالا هم دارم طلاق میگیرم شوهرم میخواد ازم جدا بشه یه روز اومد و گفت من حالا باید زندگی کنم گفت تو اصلا شوختب نیستی با معزه نیستی زن باید یکم خنده دار باشه من که معنی حرفش نفهمیدم شما میفهمید از رادیو موسیقی پخش میشد روی میز یک دسته کتاب بود آدم دلش میخواست همهشون رو بخونه کنار کتابا یه دست عکس رنگی بود که آدم دلش میخواست همه رو ورق بزنه لونا گفت چنین برداشتی از اون حالش رو شبیه جهنم کرده بعد شاید برای اینکه از این بحث فاصله بگیره گفت یه جای خونده بهشت با نمیدونم کدوم زبون به معنای باغه جهنم لابد باید اتاق دلگیری توی فلان مؤسسه دولتی باشه که ادهی نشستن و منتظرن نوبتشون برسه مثل دادگاه بانک های رهنی و ایستگاه های راه آهن نگفتم که منم توی همچین جاهایی بودم توی اتاقای بزرگ کم نور و ملالنگیز اتاقایی که نیمکت چیدن دیواراش به رنگ خاکستریه و پنجرهاشو هرگز باز نمیکنن. لونا گفت به نظرم بهش رو که سقرات و هومر با هم بحث میکنن و جهنم مقررات خشک و دلگیر دولتیه با یه مش کارمنده حسل سربر مم. آره کارمندایی با لباس خاکستری مم. که اقرباهای ساعت اتاقشون یه میلیون ساله که از جشتکو نخورده و پنجره هاشون که قرن هاست باز نشد آخه اگه پنجره ها رو باز کنن همه از جهنم فرار میکنن میرن تو بهشت <applause> بهشتی که استبلاگ تمیزش پر از اسبای جور با جوره اسباب قدری تمیزن که آدم میخواد لپشو بذاره روی پهلوی صاف و براغ اسبا به نظرم صورت همه ی آدم و شبیه صورت شماست اینو گفت و سکوت کرد با تعجب پرسیدم چرا شبیه صورت من؟ نمیدونم گفتگو در این باره رو قطع کردم پرسیدم شما تا حالا شیکاگو رفتی؟ نه راجع بهش چیزی هم نخوندی؟ نه من دربارهش چیزایی میدونم دروژین برام نوشته میدونستید بعضی جاها که شهر شیکاگو شبیه نقاشی هاست؟ غیر ممکنه شک نکنید شک نکنید که شبیه نقاشی نقاشی های چاپ دستی ساختمون های بلند تو در تو کوچه های تنگ و باریک پله های که تا کف پیاده رو میاد ساختمون ها تا تو آسمون سفید روز یا سرخ غروب به شکل خط های شکسته ادامه دارن پله های استراری شیکاگو آدم یاد نیمه پنهان زندگی می یا چوب بست های بالای یه تاتر بزرگ شما تا حالا شیکاگو رو دیدی؟ نه پس این چیز را از کجا می‌دونی؟ گوش کن تازه از وسط شهر یه رودخونه یه سبزی رد میشه که خیلی عجیب و باقیده. <khi John> <imitation> رودخونه یه زمانی از زیر تا پل رد میشده و میریخته تو دریاچه اما حالا برعکس از دریاچه بیرون میریزه و از طریق کانال به یه دشت بزرگ سرازی میشه آب رودخونه انقدر آلوده است که هیچ کس حاضر نیست خودشو توش قرخ کنه یه <laughs> طرف رود زندان عظیم و دلگیریه طرف دیگهش بلندترین ساختمون جهان مثل کشتی بزرگی وایساده. تو شیکاگو نظم خاصی وجود نداره. خورشید همین که از توی آب بیرون میاد انگار باز تو همون آب فرو میره. لونا شگفت زده نگام کرد و پرسید. اینا رو از خودتون ساختی؟ نه. همون لحظه ساعت روی شومینه زنگ زد. انگار پرده یه سه و نمایش نامگی در حال اجرا باشه. سری از جان بلند شدم چهار ساعت کنار لونا نشسته بودم تمام صحبت رو توی ذهنم مرور کردم اما بازم چهار ساعت نمی شد. زمان کجا رفته بود؟ بلند گفتم زمان کجا رفته؟ قسم میخورم من برش داشتم من هیچی از شما نگرفتم اینجوری داد نزنید هرکی صداتون رو بشنبه خیال میکنه شما رو خوارت کردن ببخشید خیلی حرف زدن <تصفح> <تصرف> فکر کنم روژین عصبی شما براتون نامه های غیر عادی می نویسه هرچی نوشته رو برام تعریف کردی؟ نه هنوز گفتنی های زیادی مونده <تصرف> بالاخره از خونشون بیرون رفتم توی راه با خودم فکر کردم ساعت از کجا آورده لابد از پدر بزرگش به ارس برده تموم راه به لونا فکر می کردم به ظرافت زنانه ی غیر منتظری که توی وجودش پنهان کرده بود و انگار اون رو به هر کس و همه کس نشون نمیداد. مثل چیزی که باید توی خفا حفظ بشه و در دسترس همه کس قرار نگیره فکر میکنم روزهای اول ورودم اون رو حفظ کرده و حالا نشونم داده بود چرا؟ حالا باید چیکارش کنم؟ یک هفته بعد لونا رو در تالار کنسرت دیدم از همیشه خوشحالتر بود وقتی کنسرت تموم شد تا ایستگاه اتوبوس همراهش کردم خنده کنان پرسید از شیکاگو چه خبر؟ مردم شب و روز تو خیابونا پرسه میزنن انگار کار دیگه ای ندارن قیافه مردم دو مدله بعضی ها دل مشغولی دائمی دارن و بعضی ها رخوت و خوابانو کوچه کچه های شیکاگو خیلی بلندن وقتی میری تو کوچه ها همینجوری میری 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 تا بالاخره میرسی به دخمهایی با عرض دو سه قدم حتی دخمه ها هم اسم دارن البته اسمشون قشنگ نیست اما بالاخره اسم دارن روی خیابونای اصلی اسم شارهای بزرگ گذاشتن از خیابونای اصلی نمیتونم چیزی بگم ولی از دخمه ها چرا؟ دخمه های شیکاگو سلمونی دارن سلمونی؟ سلمونی هاش سر آدم های ولگرد و مجانی اصلاح میکنن. شاگرد سلمونی هم برای تمرین هنرش رو روی سر آدم های بی خانمان آزمایش میکنه تو دخمه ها کلی دکه هست میتونی هر چی داری توشون گرو بذاری و پولشو به باد بدی تو دخمه ها چند تا انجمن خیری هم هست که به بی و الکولی ها کمک میکنن البته تابلوی نمیبینی که روش نوشته باشه آساگشگاه با قیمت نازل مخصوص معتادان به الکل. برای بچه هم هست به اسم دیوید کاپرفیلد بینوایان یا کوزش چه چاله؟ وقتی از پیاده روهای راست میرین توی اتاقشون میبینی چند نفر نشستن و آواز میخونن چقدر چاله با آواز میخونن لونا خندید نگاش کردم لونا توی هر دیدارمون از خود سابقش فاصله بیشتری میگرفت نگاه صدا و حرکاتش شفاف و آروم شده بود اگه دوست دارین هفته آینده بریم بیرون شهر دوباره لبخند زد فکر کردم لونا فقط به من اینطوری لبخند میزنه <تصفح> اون روز تابستونی عطر گلها فضا رو پر کرده بود من و لونا بالای پلی که صدها قایق بادبانی روی امواجش بالا و پایین میرفتن نشسته بودیم لونا شادتر و زیباتر شده بود <applause> گلابی قاچ کرد و گفت فکر می شیکاگویی که تو میگی وجود نداره اصلا یه شهر بزرگه عجیب و وحشتناک شهری که تو دربارش چیزای زیادی میدونی اما نه من نه تو هیچ وقت نمیتونیم بریم ببینیمش اما یه طوریه انگار انگار هر دومون توش زندگی میکنیم شاید تو نبینی ولی من از من میبینمش لونا سکوت کرد گفتم من به زودی میرم شیکاگو دیگه اینجا کاری ندارم لونا به صورتم زل زد و با لحنی جدی پرسید منم با خودتون میبرین با خنده بهش گفتم <laughs> تو شیکاگو میخوای چیکار کنی <laughs> لونا کیفشو باز کرد و آینه کوچکی بیرون آورد آینه رو جلوی صورتش گرفت و نگاه دقیقی به خودش انداخت ام... نه من قیافه اسبی ندارم وقتی زن سن میشن شبیه ماهی پرنده یا سگ کوچولو میشن من شاید بیست سال دیگه شبیه یه سگ کوچولو بشم ولی گمون نکنم شبیه اسب بشم و همچنان من با خنده گفتم <laughs> شما خیلی مونده تا پیر بشین اما لونا نخندید یه دفعه مثل کسی که تصمیمی گرفته باشه پرسید اگه من قیافه حسبی داشتم منم با خودتون می سوالش کاملا جدی بود ولی من نمی چه جوابی بدم سکوت سکوت طوری به وجودم مستولی شد که جرأت نداشتم چیزی بگم با این حال سکوت بینمون خسته کننده نبود طرف های غروب روی تپه های ساحل نشستیم روی ماسه ها دراز کشیدیم و آسمون رو تماشا کردیم لونا گفت من که باورم نمیشه ستاره ها اونقدر از ما دور باشن میگن چند میلیون سال نوری دورن ولی دروغه یه روزی میفهمن ستاره ها زیاد هم دور نیستن تازه دنیایی که فکر میکنیم بی انتهاست یه دفعه کوچیک و نزدیک میشه توی های پاریس یه جارچی هست که همیشه داد میزنه آی مردم بشه تابید آی مردم بشه تابید شمایی که مثل موش کور زندگی میکنید و به خدا اعتقاد ندارید بیایید ستاره ها رو ببینید جارچی ها تمایی جالبی آره توی شیکاگو هم هستن توی شیکاگو همه چی هست شما میتونید تو پارکا گردش کنین میتونین یه روزنامه یه کنه پیدا کنین و از خوندنش لذت ببرین میتونین از موزهات بازدید کنین یا برید بندر دراژین همیشه میره بندر لونا چند دقیقه بعد رو کرد من و گفت یه چیزی را میدونی اینکه هر وقت با شما به کل عوض میشم الان اگه کسی منو ببینه نمیشناسه فکر میکنم دلیلش اینه که شما از من نمیترسید نمیدونی دادم وقتی بدون ازش نمیترسن چقدر احساس خوشبختی میکنه آخه چرا باید از شما بترسم؟ از خودشون بپرسید قبلا که براتون تعریف کردم شوهرم وقتی میخواست ازم جدا بشه گفت من بامزه نیستم تازه گفت خیلی زیرک و ترسناکم اعتراف کرد بعضی وقتا ازم وحشت داشته حتی احتیاط میکرده باور میکنی؟ نمیدونم واقعا یه <struggled> <livest> بار بهم گفت تو طوری زندگی میکنی انگار تو وجود دستگاه مکانیکی کار گذاشتن ولی من عاشق صدای بلبلم یا اینکه مثلا تو یه کاری اشتباه کنم لونا سکوت کرد بعد نیم نگاهی به من انداخت و دوباره گفت تمام لحظه هایی که با شما هستم برام عزیزه قبل از اینکه با شما آشنا بشم فکر میکردم خودم و می میشناسم آخه هر کسی یه حد و مرزی داره مگر نه؟ مم. البته ولی چند وقت پیش متوجه شدم اصلا خودم رو نمیشنسم به جای اینکه اعتماد به نفسم و از دست بدم یه احساس خوشبختی کردم باز مدت بلندی سکوت کردیم و هر کدوم به فکر فرو رفتیم به خونه برگشتیم وقت خدافزی گفتم بعضی وقتها یعنی هر وقت که بخواین زیبا و مهربون میشه <applause> دیگه میخوام همیشه این باشم زمان به سرعت میگذشت از اقیانوس باد سردی میوزید کالیا با روزنامه ها از وضع هوا گاه میشد حالا دیگه من و لونا هر روز همدیگر رو میدیدیم و با هم شام میخوردیم یکی از غروبای دم کرده ی تابستون بود لونا پیشنهاد کرد به ساحل انتهای شهر بریم و سوار کشتی بشیم توی اسکله چند تا کشتی آماده حرکت بودن سوار یکیشون شدیم احساس میکردیم هیچ غم و قصه ای نداریم مثل لحظه ای که آدم نمیدونه مقصدش کجاست و کی به مقصد میرسه احساس کمیابی که آدم هیچ وقت حق نداره تسلیمش بشه همین که کشتی سود کشان به حرکت در اومد بهش گفتم بپرسیم مقصد کشتی کجاست؟ چه فرقی میکنه دیگه دیر شده من و لونا روی دماغه کشتی نشسته بودیم برای همین شهر رو که از ما دور میشد نمیدیدیم اون چه پیش رو داشتیم دریا بود و غروب پرتغالی رنگ آسمون شب به سرعت از راه رسید مرغای دریایی پیدا و پنهون می شدن. صدای هیاهوی موجها و تختق دستگاه ها از زیر پامون شنیده می شد. ما روی صندلی نشسته بودیم لونا یه دفعه گفت می داریم میریم یه جای عوضی؟ از اولم همین رو میخواستیم دیگه نمیدونستیم کجا میخوایم بریم نمیدونم فقط میدونم داریم میریم یه جای دیگه و برای همین خوشحالم توی همین بین بیلیت فروش کشتی به طرفمون اومد فهمیدم کشتی در دو نقطه توقف میکنه یکی از اونا جاییه که سوار شدیم لونا گفت چه خوب خیلی خوبه با آسمون تاریک نگاه کردم و گفتم تو شیکاگو بچه هستند هستن که نه دزدی میکنن نه گدایی و نه کارای زشت فقط شب و روز شطرنج بازی میکنن همشون صورت های لاغر و غمگینی دارن گرستن لونا نگام کرد بعد گفتم تو شیکاگو پیرمردا فقط میشینن بیرون جلوی در ورودی ساختمونا زیر درختها زیر مجسمه ها فقط میشینن حتی بابت نشستن حقوق ماهیانه هم بهشون میدن البته گاهی اوقات هم نمیدن آدمای موسن همین جوری میشینن روزها ماها و سالها اونا میشینن و میشینن و بازم میشینن و تنها دلخوشیشون حق انتخاب محل نشستنشونه پیر مردا و پیر زنها آزادن هر جا که دلشون خواست بشینن البته حق انتخاب محل خوابم دارن غیر از این حق انتخاب نوع قضاشون هم دارن باقلا، نخود، لوبیا، زرد دم در هیچی تحمیلی نیست هر کسی کاسه خودشو داره جیراشم هم دولتی نیست با آزادی کامل انتخاب میکنه لونا چشماش رو تنگ کرد و پرسید خودش تو محله ها بوده؟ خود کی؟ همون دوستت که شبیه اسبه نه اونجا نبوده فقط براش جالبه خیلی وقت شیکاگو زندگی میکنه همیشه عاشق عجایب بوده دیگه هم نمیتونه خودشو عوض کنه دلم میخواد نامه هاشو ببینم میدونم منو با خودتون شیکاگو نمیبرید دیگه به شیکاگو حرف نزنید راستی شما همیشه تنها بودی؟ نه همیشه نه اما ده سالی میشه که تنها قبل از اون؟ قبلش زن داشتم چند سالی متحل بودم خوشبخت بودم لونا روی صندلی جابجا شد خطوط چهرش باز هم سخت شده بود من خیال می کردم شما تو عمرتون با زن و سر و کار نداشتین سکوت کرده بودم با خودم فکر می کردم شاید این سفر عوضی آخرین سفر ما باشه پس چرا چیزی نگفتین؟ شما متعهل بودین؟ خوشوقت بودین؟ مگه ممکنه آدم از چنین تجربه حرفی نزدنه؟ یا حرفی برای زدن نداشته باشه؟ نتونستم در جوابش چیزی بگم دوباره همون فکر و خیال روزهای قبل به سرم برگشتند همون شکاف وحشتناکی که از میلیون ها سال پیش توی وجودم لونه کرده بود شبیه بیماری سیاه سنگ گوشواره لونا با صدای خشکی گفت به نظرم شما واقعا آدم خوشبختی هستین اولین آدم خوشبختی که دیدم مسلما غم و قصه هم داشتین مگه زندگی بدون غم و هم میشه همه غم و قصه دارن ولی بعد هر طور که دوست داشتین زندگی کردین با غماش کنار اومدین فراموشش کردین حالا هم مثل یه پرنده آزاد هر جا که دوست داشته باشین پرواز میکنین هیچ کسی رو دوست ندارین ولی دوست دارین دوستتون داشته باشن رنج نمیکشین و دوست هم ندارین رنج بکشن من خیال میکردم شما آدم خاصی هستین موجودی تنها که در جستجوی چیزیه که پیداش نمیکنه برای مدتی سکوت کرد نمیدونستم چی بگم و بعد دوباره خود لونا گفت میدونی چرا وقتی با شما یه آدم دیگه میشم یه آدم جدید که برای خودم هم تازگی داره میدونی چرا یه جورایی با مزه میشم میدونی چرا چون شما خوشبخت آزاد و صادقین شما فریبم دادین اگه یه بم بهم بدن دنیا رو باش نابود میکنم نه شما ترسوین باید اون بومبو به من بدن تا من شما رو نابود کنم چیزی نگفتیم تا شب شد کشتی آرام پیش میرفت لونا خیلی آروم گفت یوگنی با من ازدواج کنید لطفا نگید نه میدونم آدم موزهگی شدم راستش راستش من تا حالا آدمی مثل شما ندیدم شما خیلی خوشبختید خیلی آسوده ای احساس کردم دیگه نمیتونم تحمل کنم بین حرفش پریدم و گفتم لطفا دیگه چیزی نگید نمیفهمم چطور تونستین تو ذهنتون از من یه همچین چیزی بسازین چیزی که کوچکترین شباهتی به من نداره من یه آدم ضعیف و پوچم من هرچی بقیه دارن ندارم از همه خوشبختی ها محرومم من زندگی آدم ها رو دوست ندارم آزاد نیستم چون خیلی وقت چیزی خوشحالم نمیکنه صادقم نیستم چون این همه مدت یه کلمه از خودم حرف نزدم هم که حرف میزنم برام سخته فقط به سوال هم جواب بدین میخواین دوستتون داشته باشم نگاهشو به چهره من انداخت و با بغز گفت نمیخواد چیزی بگین همه چی رو فهمیدم ببخشید که کردم از اینکه از جواب دادن خلاصم کرده بود ممنونش بودم آخه چه جوابی میتونستم بهش بدم دقایق بعد همه چیز آروم شد پایین رفتم و برای هر دومون قهوه آوردم نیمه شب بود که به شهر برگشتیم وقتی از کشتی پیاده می شدیم گفت با این وجود شب خوبی بود واقعا خوب بود با اینکه نمیدونم کجا رفته بودی ولی توی چهره لونا چیزی تغییر کرده بود. متوجه شدم دوباره حالت خشن و قهرالودش برگشته. اون شب دیگه رو ندیدم. یک هفته بعد من در شیکاگو بودم. همه جا ناشنا بود. احساس کردم به مرکز شهر رسیدم. اما اونجا مرکز هیچ جایی نبود. مرکز در نقطه دور بود. انسان در شهری که چیزی از اون نمیدونه همیشه خیال میکنه که مرکز همون جاییه که اون ایستاده. نشونی رو روی کاغذ نوشتم. نشونی رو به راننده تاکسی میدم. تاکسی به سرعت حرکت میکنه و مرکز شهر که ایستگاه راهن بود با من تغییر مکان میده. بالاخره میرسم. به غیر از پولی که از مشتم به چنگال راننده میریزم هنوز چیزی تشخیص نمیدم. چمدونم رو برمیدانم و از تاکسی پیاده میشم زنی در رو برون باز میکنه زن منو به طبقه بالا هدایت میکنه و میگه این را مستر یه دیگه ای هم زندگی میکنه اما همشون آروم و معدب و تحصیل کردن منم آدم آرومیم حرفم رو باور میکنه و لبخند میزنه سعی میکنم چهرش رو به خاطر بسپرم تا توی راه یا توی کوچه اونو به جا بیارم اما نمیدونم چرا چهرش توی ذهنم نقش نمیبنده اتاق از اون چه فکر میکردم بهتره روشن، گرم و تمیز از راه رو بوی قهوه میاد و از اتاق مجاور نوای ملایم پیانو اینجا میشه زندگی کرد و بعد حالا خواهیم دید شاید باز هم به جای دورتری سفر کنم چهره روشن و غصدار آلیا رو به یاد میارم که به من خیره شده صورت خشن و گاه آروم لونا که ساعت قدیمی پدر بزرگش رو شکستم به خاطرم میاد اما برای من چه فرقی میکنه که سغرات توی بهشت با چه کسی هم کلام باشه یا جهنم چه شکلیه سالهاست که نسبت به همه چیز دنیا بیتنا شدم و مردم از بیتفاوتی خوششون نمیاد دیگه محلت نمیگذارن آینه هم دیگه تو رو منعکس نمیکنه کو هم دیگه صداتو و پژواک نمیکنه دلم میخواد شفا پیدا کنم اما نمیتونم بیماری سیاه وجودم رو بکشم و از نو زنده بشم معلوم نیست به کجا پرواز میکنم دور خودم میچرخم توی جاهای اقامت میکنم که گذرم به اونجا نرسیده حالا دیگه هر چیزی رو منکس نمیکنم کاش میتونستم از این شپ زندگی رها بشم و به زندگی جمعی برگردم کاش میتونستم کارای جالبی انجام بدم ازدواج کنم فرزند داشته باشم کاش میتونستم به فاجعه عادت کنم البته فاجعه شخصی کاری به فاجعه جهانی ندارم علاقه هم به دونستنش ندارم حتی نمیدونم توی سالهای اخیر فاجعه یم رخ داده یا نه اما وز همیشه اینطور نبوده روزی توی یه شهر توی اتاق زیرزمینی که روی سرمون آوار شد خودم رو روی سرهنگی انداختم تا نجاتش بدم ما تا لحظه ای که خونه روی سرمون خراب شد با کل ساختمون لرزیدیم دکترا گفتن کاریش نمیشه کرد سرهنگ مرده جواهر فروش هم گفته بود بیماری تو وجود سنگ بوده کاریش نمیشه کرد چه عبارت آشنایی این عبارت و پزشکان به من گفته بودن وقتی سرهنگ با رنگی سفید تر از گچ توی بستر افتاده بود و فقط چشماش زنده بود چشماش چند روز دیگه هم زنده موندن تا بالاخره مجبور شدم خودم چشماشو ببندم نمیدونم اول برای چه کسی نامه بنویسم برای آلیا یا لونا؟ آلیا ازم خواسته بود از سر و سامون گرفتنم بنویسم شاید نوشتن چنین نامه ای آسونتر باشه اما لونا خواسته بود که نامم درباره دروژین باشه و این کار خیلی سختیه لابد حد زده بود دروژینی وجود نداره و وجود نداشته و من اونو از خودم دروردم فهمیده بود که میرم بیون که بدونم کجا و پیش چه کسی از اتاق بیرون اومدم هیچ کس توی خونه نبود به خیابون اومدم انبوه جمعیت به این سو و اون سو آمده شد میکردن خودم رو توی خلوتی مطلق میدیدم به خودم میگفتم بازم زندگی میکنم حتی مرده هم رستاخیز دارن چه دلیلی داره که من زنده بلند نشم اما برای چنین چیزی باید کار میکردم باید تصمیمی بگیرم باید عجله کنم وگرنه بدون اینکه بفهمم به یه ماده معدنی تبدیل میشم حتما برای آلیا نامه خواهم نوشت اون کسی بود که تونست اندوه منو بفهمه برای لونا هم نامه خواهم نوشت چون اون وادارم کرد با انسانی چند کلمه حرف بزنم اما اما نه نه برای هیچ کس نامه نمی بهتر شبا توی کوچه ها پرسه بزنم و دروژین جستجو کنم بالاخره باید یه جای باشه اونقدر توی خیالم تصورش میکنم که عاقبت پیداش کنم من اون حرفای زیادی داریم که به هم بزنیم اگه پیداش نکردم دورتر میرم برام فرقی نمیکنه کجا زندگی کنم من عاشق ساختن خاطراتم روحم از خاطرات سبک میشه میدونم روزی دروژین رو پیدا میکنم و این بیماری چند میلیون ساله از وجودم بیرون میره و پایان کتاب